به نام خدا سلام. به برنامه گفتگوی اختصاصی از تلویزیون چکات با من محمد یونس رئوفی خوش آمدید. میهمان ما در این برنامه حاجی ناصر پشتون فرمانده قطعه خاص هستند. با آقای پشتون در مورد کارکردها، فعالیتها و دستاوردهای نیروهای قطعه خاص در ولایت هرات بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای پشتون خوش آمدید. سلامت باشین. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت تمام مردم شهید پرور و مجاهد ولایت هرات، ثانیا مردم رنجیده کشور ما. سپاس. در نخست در مورد قطعه خاص بگویید، قطعه خاص در کدام سال تأسیس شد و هدف از ایجاد قطعه خاص چی بوده و زیر مجموعه کدام وزارت می باشه؟ قطعات خاص قطعات تقریبا نو تشکیل است در چوکات وزارت امور داخله تحت اداره و نظر قماندانی عمومی قطعات خاص در مرکز و در ولایات تحت نظر جناب قماندان صاحب امنی ولایت هرات. در سالهای 1391 به طرف در ولایات تأسیس شده، تا فعلا در حدود در 32 ولایت تا فعلا قطعات خاص ولایتی ایجاد شده. خب فعالیت شما در هرات در کدام سال شروع شده؟ اصل وظایف قطعات خاص مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم سازمان یافته، مبارزه با قاچاق مواد مخدر است که در مجموع جلوگیری از انتحار و انفجار و جلوگیری از حملات تروریستی و تهاجمی دشمن و حرکات ناجوان مردانه دشمن بالای بعض قطعات و جستامای پلیس. ما در 15 ولسوالی هرات فعالیت داریم. اگر ضرورت باشه در وقت ضرورت به ولایت فرا و قور و بادغیس هم همانگی بسیار خوبی داره. خب چند سال میشه در هرات کار میکنین؟ حدودا 4 سال. 4 سال است که به هرات کار میکنیم. خب در این مدت 4 سال به دیگر ولایت هم اعزام شدین؟ بله، به سایه ولایت غور هم وظیفه اجرا کردیم. شما گفتین که در 15 ولسوالی هرات کار میکنین، قرارگاه دارین در هنجی؟ قرارگاه ثابت دارین منظور منه یا نه؟ بله، قرارگاه ثابت دارین، بسیار قرارگاه مستحکم، بسیار از طرف مشاورین بین المللی ساخته شده با همکاری افغانهای ما قرارگاه دارین در هرات. در 15 ولسوالی قرارگاه دارین؟ نه، چون به داخل هرات قرارگاه اصلی ماست، مراکز اصلی ما و باز با ولسوالی ها چون به حمایه پلیس و جزتامای نظامی و او سایه که ازام میشین باز برای وقت بسیار کوتاه، وقت یعنی فقط عملات دشمن دفع ترد میکنین، دوباره باز پس چه اگر زمینی باشه اوی باز پس به قرارگاه یعنی پسته همیشگی نداریم دیگر؟ نه الحمدلله ما پسته همیشگی فقط نداریم، فقط به حمایت میریم. به حمایت میریم. خب زیادتر در کدام ولسوالی های هرات تا حال شما عملیات انجام دارین و به حمایت نیروهای نظامی کشور پرداختین؟ ما به 15 ولسوالی کوئی تا ولسوالی نشده که ما به اونجی و نرفته باشیم و اجرای وظیفه نکرده باشیم. یعنی منظور من اینه که بیشتر در کدام ولسوالی؟ به طور مثال ما ولسوالی های نهم هرات داریم، مانند شیندند، انجیل، گذره، شاید به اینجی زیادتر نیاز باشه که شما برین. این ضرورت است که ما بیشتر به دشمن بیشتر معلوم است که ما با کدام ولسوالی که اونا تحرکشان بیشتر بوده ما اونا رو ضربات محکم زدیم. به هر ولسوالی که دشمن بخواهی که مردم ما رو نارام بسازه، به هر استقامتی از سایه ولایت هرات که بخواهی مردم ما رو نارام بسازه، دست به نارمی و ناسامنی بزنه به مردم هرات، ما به استقامت بدون تشویش تحت هر نوع شرایطی آماده اجرای وظایفیم، کدام سکتگی پیشروی ما وجود نداره. خب در این مورد میشه که بیشتر جزئیات بدین در کدام شرایط شما وارد عمل میشین؟ به طور مثال یک انتحاری در یک منطقه میایه یا یک عمله تهاجمی صورت میگیره؟ شما خودتان شاید بیتر در جریان باشین، مثل حمله که در قنصلگری آمریکا صورت گرفت ما با آن واحد به سایه رسیدیم، هم مهاجمین داخل شده نتونستن به محوطه سفارت و هم از بیرون توسط نیروهای امنیتی از بین برده شدن و هم سفارت هندوستان
شما بیتر به جریان بدین که بعد از اینکه قطعات اینجا استفاده میشن، دشمن از بین میره، دشمن مهاجمین از بین رفتن و با وقت بسیار کمی سایه پاکسازی شد از وجود دشمن، دشمن متلاشی شدن. و همچنین در بازار جاده لیلامی که اونجا یک تعداد از مهاجمین از دشمنای مردم افغانستان میخواستن که به بازار پر ازدحام مردم هرات روز خوش مردم بازنارم بسازن، اینا داخل میشن، اولا یک درگیری کوچک صورت میگیره و بعدا به رسیدن پرسنل قطعه خاص دشمن ظرف 5 دقیقه کمتر از 5 دقیقه دشمن از بین برده میشن. با آن هم که مردم ما داخل خانه ها بودن، به وسایه مردم ملکی بوده باش میکردن، امشیره های ما، پیچ سفید ما، طفلا هم اونجی به خانه موجود بودن، چون پرسنل ما کاملا مسلکی هستن، تا آخرین قانون منازعات مسلحانه را فرا گرفتن، بسیار مسلکی عمل کردن، خدا هم به اون آموز بده، دشمن از بین برده شدن. سپاسداری که ما در جریان هم در 4 سالی که نیروهای قطعه خاص در هرات فعالیت دارن تا حال چند نام تغییر دادن، دلیل چه بوده؟ سیستم باز هم میگم سیستم تشکیلاتی ضرورت بوده که ابتدا به نام قطعات 119 بوده، بعد از به نام ضد آشوب طلیعه واکنش، بعد از سال 1392 به نام قطعات خاص نامگذاری شدن. خب میشه در مورد مورال و رویای نیروهای خود بگین که در مقابله با دشمن چی مورال دارن؟ دشمن چی فکر میکنن در حقیقت؟ دیگه الحمدلله ما پیشترم بر شما یادآوری کردم، ما وقتی که تجهیز شده این تعلیم و تربیت سالم داشته باشین به پلوی ازو از طریق علمای ما و مسئولین عقیدتی فرهنگی ما، چیزی که اولو الامر منکم بر ما فیصله کرده او را اطاعت میکنن، او را به چوکات قانون اساسی، به چوکات از چوکات قانون پلیس، اونا یک سلوک رفتار بسیار نیکی به مردم دارن و مقابل دشمن کسایی که بنا به کسی دشمنی دارن که دشمن مردم افغانستان باشن، پس مشخص است که اونا با دشمن قاطعانه برخورد میکنن، اما طبق قانون، چیزی که قانون به اونا فیصله کرده، از قانون آگاهی دارن الحمدلله، بسیار هم مسلکی عمل میکنن و هم از ایره میشه که دشمن میفهمه، دشمن ایره بیتر میفهمه که چی تاثیرات ما بالای ازی دارن. تا امروز ما جای ندیدیم که دشمن بر ما مدت کوتاه زیاد خوب باشه که او بتونه مقاومت کنه، و الحمدلله بسیار روی نیکی دارن، بسیار روی قوی دارن پرسنل، بسیار خوب هستیم شما. خب آقای پشتون میخوایم میره پرسان کنم، تا کنون خود شما و یا یکی از نیروهای شما به کدام جنگ روبرو شدین که در آن زمان احساس کرده باشین که شاید از این درگیری من جان سالم به در نبرم و در این جنگ بین برم؟ یک مسئله شرعی است میگه و تعز من تشا و تذل من تشا، عزت و ذلت از طرف خداوند جل جلاله است. در صورتی که رقص ما و عمر ما به دست خداوند جل جلاله باشه و ما تعهد کردیم به خدای خود، به اکادمی و استادای خود، به مردم افغانستان تعهد کردیم که من حیث فرزند صدیق و وفادار مردم افغانستان در چوکات قانون تحت هر نوع شرایطی آماده و اجرای وظایف و صادقانه و خدمت صادقانه به مردم خود هستین، دیگه ای جای شک نیست که ما با جنگ هم روبرو میشین، با درگیری هم و مقاومت مقابل دشمن خود هم روبرو میشین، به خاطر ازی که ما ای را قبول کردین، ای مسلک ماست، ما به این مسلک خودم افتخار میکنین و ای را قبول هم کردین، و اگر ما شهید هم میشین یا زخمی میشین افتخارانه به او شک ندارین و قبول هم دارین، به افتخار هم میکنه. میشه بگین یک سرباز افغان چه زمانی باعث افتخار و مایه افتخار برای مردم افغانستان میشه؟ اول از اینکه او صادق باشه، با وظایف خود صادقانه عمل کنه، بی‌طرفانه عمل کنه، بدون تبعیض، نژاد، رنگ،
در چوکات قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان ایفای وظیفه کنه بی طرفانه و دیگه به مردم خود عملا نشان بده که من صادق هستم، صادقانه کار میکنم، بی طرفانه وظیفه خود انجام بده. آقای پشتون، میخوایم که این را پرسان کنم که جنگ در افغانستان با مبارزه به پایان میرسه؟ ما میخوایم که یک چیزی من حیث یک افسر نظامی خدمت شما به عرض برسانم. تحلیلی که ما داریم از اوضاع افغانستان، هیچ کشور بدون خونریزی او کشور آباد نشده. ما حاضر هستیم تا یک قطره خون داشته باشیم، با مشترکان، با همانگی با سایر قطعات و جزتامایی که در چوکات وجود دارن ما خون بریزانیم تا که وطن ما از عظیمی بدبختی که فعلا وجود داره، از نارومی که فعلا وطن ما وجود داره، از مدودیت هایی که پیش روی مردم ما، پیش روی مادر ما، پدر ما، همشیری ما، طفلک های ما که به مکتب آرام رفتن میتونن، از تحصیل ماندن، از اقتصاد خود ماندن، تا مدودیت هایی که باش رفع باشه، انشاءالله ما در خدمت مردم خود هستیم و به این شک نیست، ما مبارزه خود میکنیم تا که مردم ما آرام باشن. خب یک موضوعی که حالا ثابت شده، جنگ در افغانستان یک جنگ تعمیلیه، تنها جنگ خود ناراضیان حکومت یا افغانهایی که از حکومت ناراض هستند نیه. حالا ثابت شده که کشورهای همسایه کوشش میکنن که جنگ افغانستان رو دامن بزنن و در پی جنگ افغانستان هستن. خب ای که خود افغانها شامل ای جنگ نشن و خود افغانهایی که ناراض هستن از حکومت دست به برادر کوشی نزنن، باید دولت افغانستان، حکومت افغانستان و علمای افغانستان چی کارها انجام بدن؟ الحمدلله علمای افغانستان با ما بسیار هماهنگی و همکاری بسیار خوبی دارن. در تمام موارد ما را حمایه کردن و مسائل شرعی را بر ما مطرح کردن و ما انشاءالله مشکل نداریم و باز هم بیشتر تقاضای مایی است که اونا همکاری بیشتری با ما داشته باشن. ما از به ارتباط کشورهای همسایه که گفتیم، ما اول خود باید بسازیم. ما وقتی که خود ساختیم دروازه صلح بروی مخالفین باز است. هر کس که من حیث ناراضی صلاح نابهنجار گرفته و میخواهی که مردم ما را نارم بسازه، دروازه صلح بروی جو باز است، میتونه بیا به صلح به پیونده. در غیر از او ما به حمایه مردم خود، به حمایه علمای افغانستان، به حمایه رهبری خردمندان جمهوری اسلامی افغانستان ما تا آخرین لحظه مبارزه خواهد کردیم و انشاءالله سرکوب خواهد شدن. این مردم ما دیگه نمیخواهند ظلم، نمیخواهند طاقت ظلم زیاد دیگه به سر رسیده. مردم ما آسایش میخواین، آرامی میخواین. هر کس که بخواد دست به مخالفت بزنه به مردم افغانستان، دشمنی به مردم ما بکنه، ما انشاءالله تا یک قطره خون داشته باشیم و جان خود چشتین و مبارزه خود ادامه میدیم. سپاس. یک سرباز نظامی باید از افغانستان و از دین خود چه اندازه آگاهی داشته باشه؟ 100% باید آگاهی داشته باشه. هر انسان به هر استقامتی که میخواد وظیفه اجرا کنه، چی به صنف میخواد تعلیم میافه یا تدریس میکنه، استاد که میخواد تدریس کنه، به هر بخشی که ما بخواین مامور باشین، چی به بخش نظامی یا چی به بخش ملکی، اگه ما اول علم نداشته باشیم هیچ چیز نداره. انسان اول باید علم داشته باشه و بعد از اون باز میتونه که حق خود بشناسه، حق خودم که شناخت باز بعد از اون حق مردم خودم میتونه تفکیک کنه. در حال حاضر شما هم در جریان هستین که نظامیان افغان در ولسوالی سنگین ولایت هلمند سرسختانه با مخالفین حکومت می‌جنگند. بر اساس گزارش ها مرکز ولسوالی و دست مخالفین سقوط کرده، ولی در یک پوسته بسیار خرد شماری از نظامیان افغان در مقابل گروه بزرگ از طالبان می‌جنگند. این موضوع چی نشان میده؟ من اول خود تقاضای مینه که از تمام رسانه‌های عزیز از دستای ما که بیشتر با نیروهای امنیتی خود همکار باشن
دستاوردهای نیروهای امنیتی خود انعکاس بدن که با آن هم همکاری خوبی داشتن. جای داره که من تشکر و سپاس بکنم از میدیای خود. و من این موضوع رد میکنم که مرکز ولسوالی پیش دشمن باشه و قهرمان های از وطن، مدافعین از وطن از سایر ترک یا عقب نشینی کرده باشن، به یک قله کو یا به یک پسته برآمده باشن، چرا به اونجا نیروهای بسیار عظیمی وجود داره. خب به هر صورت آره بحث سیاسی نمی کنیم، می خواهیم که این موضوع جدیدن می خواهیم که سرمی موضوع بس کنم که با شما یک امیدواری باشه. جدیدن 600 نفر از قطعات 444 ما، قطعات 444 که مربوط به قطعات خاص میشه و 333 لوگر، 600 نفر بین شوری رسیدن به ولایت المند، عملا امرای دشمن مصروف جنگن از شو از نیمه شو به این طرف، دشمن در حال عقب نشینی هستند. خب فرستادن نیروهای قطعه خاص چه اندازه مفید بوده؟ دیگه ایره قضاوت به مردم میمانیم و به مقامات که چه قدرشی دارن. سر دشمن بسیار تاثیرات خود داره. خب سوال اولیم ای بوده که در خیلی موارد ما دیدیم که ولایت سقوط میکنه و یا ولسوالی سقوط میکنه، نظامیان افغان عقب نشینی نمیکنن و تسلیم هم نمیشن و تقریبا 10 سرباز در مقابل 100 نفر یا 200 نفر از مخالفین حکومت میجنگه. میخوایم از شما ایره بپرسم، اینا یک فرمانده نظامی که این موضوع چیر نشون میده. ما بیشترم بر شما گفتم وقتی که یک نظامی چه سرباز باشه، چه ضابط می باشه، چه افسر می باشه، چه جنرال، اینا با آسانی تشییع نشدن. اینا با اساس ضروریت ها و لزوم دید ها و ضروریت هایی که به مردم به خاطر رفاه و آسایش مردم افغانستان، به خاطر از اینکه مبارزه کنن بر علیه تروریسم ساخته شدن و تجهیز شدن. با آن هم ما به خدای خود توت کردیم، وعده کردیم که من حیث فرزند صدیق و وفادار مردم افغانستان در چوکات قانون به مبارزه خود ادامه میدیم تحت هر نوع شرایطی باشه. پس چرا ما تسلیم شیم خدای نخواسته؟ چرا ما عقب نشینی کنیم؟ به هیچ وجه. ما انگیزی ما بسیار قوی است، ضرورت دارین، ما افتخار میکنیم که ما شهید بشیم، خون ما بریزه، ولی ما یک وجب ما خاک خود به دست دشمن نمیدیم و مردم خودم دوباره باز به دشمن نخواهد فروخته. سپاس. خب در مورد تشکیلات و تجهیزاتی که شما دارین، دیگه بدون شک طوری که از گفته های شما برداشت کردم کدام کمبودی ندارین در این قسمت؟ الحمدلله نه، ما به تشکیلات زیاد اگر کیفیتی وجود نداشته باشه از کمیت کده کیفیت بهتر است. ما هرچند که ما تعلیم بیافیم، تعلیمات مسلکی ما بیشتر بشه، انشالله نتایج بسیار خوب مفیدی داره و انشالله ما در چوکات خود انشالله مشکل خاصی وجود نداریم که پیش روی ما کدام مشکلی باشه، انشالله مشکلی نیست، وجود نداره. خب میشه در قسمت همکاری هم مردم هرات و خصوصا باشندگان ولسوالی هرات بگین چه اندازه با شما همکار بودن و به چه میزان شما از همکاری این شهروندا راضی هستین؟ الحمدلله آموت که ما خود فرزند مردم میدانیم، ما فرزند مردم هرات هستیم، سایر پرسنل هم که از دیگه ولایات به چوکات قطعه خاص اجرای وظیفه میکنن، اونا خود حامی مردم ایراد می دانند. به او اساس ما حاضرین با مردم خود باشین، تابع قانون اساسی افغانستان هستین 100%. وقتی که ما فرزند صادق مردم باشین، مردم فرزند نیک خود می خواین حمایت می کنن. به او اساس به 15 به مرکز شهر بزرگا متنفذین علمای کرام شخصیت ها ما را حمایه کردن. حتی یک پیش سفید و یک فرد بسیار عادی جامعه هم ما را حمایه کرده، مورد تشویق قرار داده. بارها نیروهای ما را پرسنل ما را مورد تشویق قرار دادن. ما بولسویلی ها میریم همچنین به جایی که ما امکانات خود دارین یا شوی باطی خود دارین، مردم وقتی که ما میرین پیش روی ما میبرن، امرای ما همکاری بسیار خوبی دارن. بارها سر ما صدا کردن که شما
چی کمبود دارین که ما همراه شما از نان خشک فامیل خود کم کنین برای شما کمک کنین که شما مشکل شما حل باشه. در الحمدلله دیگه در صورتی که مردم حاضرن که یک لقمه نان خشک خوده همراه ما نیمه کنن و دفاع هم از ما کردن، رهنمایی هم کردن ما در استقامت های تامین امنیت. ما از جای داره که به استقامت از مردم خود از تمام مردم عزیز ایراد اظهار و تشکر و سپاس قدردانی داشته باشم. ما به مردم خود تعهد میکنم که من حیث فرزند هرات، من حیث یک سرباز نظام تا آخرین قطره خون مقابل دشمنای از اینا، دشمنای آرامی و آسایش از اینا، دشمنایی که نمیخواد که این شهر و این کوچه و بازار ما زربنایش جور شوه، تأسیسات خوب داشته باشین، مکاتب طفلا و خرد و کلان و مکاتب برن، تعلیمات ما ادامه داشته باشه، اقتصاد ما تغییر بکنه. تا زمانی که کسایی که مخالف از این پروگرامای مردمی باشن، ما تا که اونا مردم به هدف خود نرسن، ما از مبارزه دست نمیکشیم و اطمینان است به مردم ما. ما با مردم خود هستیم. هر لحظه‌ای که مردم ما به هر گوشه لانه‌های تروریسم میبینن با ما همکاری بکنن، ما انشاءالله به خدمت از اونا خواهد بدیم. خب عملیات هایی که شما انجام میدین زیادتر مشترک هست، عملیات ویژه و عملیات که خودش مور سازماندهی و رهبری بکنیم هم انجام بله. بله عملیات های شبانه هم داریم، عملیات های اوایی هم داره. مشترک یا جداگانه؟ خاص. عملیات های اوایی ما عملیات های خاصه. خاص. تنها خود نقطه خاص انجام میده. بله. اگر مقامات لازم ببینن خاص انجام میدین، هم توانایی الحمدلله وجود داره. ما به هرادی تا دشمن ندارین که ما عملیات خاص به اینجا به اوسایه اجرا کردن. خب در مدت 4 سال چند عملیات خاص اگر تقریبی آماری باید شما بشه انجام دادین؟ احتمال داره که بالای 100 یا 95 یا 100 عملیات ما عملیات های خاص اوایی زمینی انجام داده. خب تلفات دشمن چه بوده؟ تلفات دشمن دیگه او را به شما قضاوت به مردم میمانیم. تقریبی آماری دارین شما؟ دشمن خودش میفهمه که قطعه خاص مقابل از او چی میکنه و مردم ما عملا دیدن. خب باید آمار تقریبی هم داشته باشن که دیگه تقریبا 160 نفر ماشی دارین تلفات دشمن دارن. در عملیات های خاص و مشترک طبعا. بله به عملیات های مشترک باز دستگیری های بیشتری دارین. چند اندازه دستگیری داشتین دیگه؟ دقیقا بیاد منی ان شاء الله بالاتر از 300 نفر بودن. چی تیپ از مجرمین بودن اینها؟ من پیشتر بر شما گفتم که ما مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم سازمان یافته، مبارزه با قاچاق مواد مخدر طرز عمل ماست. طبق طرز عمل اجرای وظایف میکنیم. پس اینمی وظایف خرد و کوچکی که هست اگر موضوع اختطاف است، اگر موضوع انتحار انفجار است، تا هر تحرکی که دشمن بخواهی مقابل مردم ما انجام بده و یا لانه های تروریسم باشه شامل برنامه و عملیات های ما میشه. سپاس. چون وقت برنامه به پایان رسیده از شما سپاسگزاری میکنم که به این برنامه حضور یافتید. سلامت باشیم. از شما هم جهان سپاس که ما رو خواستین تا ما عرض ادب داشته باشم به خدمت مردم شریف و با شامت هرات هستم. و همچنان سپاسگزاری میکنم از شما بینندگان عزیز که این برنامه را تا این دم دنبال کردید. میهمان برنامه کنونی حاجی ناصر پشتون فرمانده قطعه خاص در ولایت هرات بودند. تا برنامه بعدی شما را به خداوند پاک میسپارم.